با آنکه 65% جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند، اما از این میان شمار اندک آنها پس از پایان تحصیلشان توانستند در ادارات دولتی و خصوصی به کار گماشته شوند. از این رو معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با برخی ادارات شماری را به عنوان سفیران دادخواهی برای کاریابی به جوانان تعیین کردند. لګن شمیر نور مؤسسو سره هم قراردادونه لرو چې ځوانانو ته کار پیدا کی، که هغه دننه په افغانستان کې وي که هغه بهر د افغانستان نه وي. یکی از سفرهای دادخواهی محترم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی امور وزارت خارجه هست و محترمه ناهید فرید نماینده مردم در پارلمان هستند و همچنان محترم قربان حقچو رئیس اداره آیسا هست. من یک جهان سپاس و تشکر میکنم از شان که این مسئولیت مهم و ارزشمند را قبول کردند. از سوی هم مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین تاکید دارند در سال پیش رو برنامه انکشاف مهارت ها را در اکثریت ولایات برا انداختند که از این طریق برای شمار زمینه کار فراهم خواهد شد. ما در هر پارک صنعتی در حدود 25-30% زمین تخصیص میتیم برای خانم ها و جوانان و تشخیصات کوچک و متوسط. کنا با زمین های کوچک تقسیم میشن، چرا که سرمایه‌گذاری کلان فابریکات کلان زمین بیشتر ضرورت داره، اما صنایع دستی، دستگاه های تولیدی، زنان تجارت پیشه، اونا به زمین های کمتر ضرورت دارن. وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به استراتژی و پلان های مختلفی که در دستور کارش داره تعهد داره که در هر ولایت برای ارتقای ظرفیت به خصوص انکشاف مهارت ها که یک بخش بسیار زیاد جدی است، من نمیخوام بیشتر بحث بکنم، اما اکثری از کشورهایی را که ما در عرصه صنعت و تکنولوژی به حد بسیار بالا پیشرفته میشناسیم. با این حال برخی اعضای مجلس نمایندگان از نبود زمینه های کاری برای جوانان ابراز نگرانی کرده تاکید دارند جوانان در بدل پرداخت رشوه در ادارات پذیرفته می شوند و از این طریق مورد بازی ابزاری کسانی قرار می گیرند که در صدد دامن زدن مسائل قومی، سمتی و زبانی اند. تحول شخصیت جوان، تحول شخصیت یک نسل در عده سنی ما بزرگترین کار هست که ما باید انجام بدیم. ما بر از او جوان کار میدیم، اما مشکل مملکت ما با دادن کار به جوان حل نمیشه. در این حال شرکت کنندگان این نشست حضور جوانان در مارکت های تجارتی و کابینه را مهم دانسته، از این قشر میخواهند در انتخابات پیشروی مجلس نمایندگان خود را نامزد کنند.